میکنه، یکی دو دوزه بازی یه عربی توی اون بیابونا داره دو دوزه بازی میکنه. این شده سرمشق زندگی من که یه عربی داره دو دوزه بازی میکنه. خیلی مهمه واقعا، تاریخه واقعا. کوروش آمده حقوق بشر رو نوشته، انوشیروان آمده زندگی اجتماعی رو، سوگند نامش رو نوشته، بهرام آمده به حکومت پادشاهی سوسیال دایر کرده. این یه عربی هم آمده در اونجا میگه که آقا حق بازه، میره به اینایی که موفق شدن میگه ما که با شما بودیم، حالا اون دست موفق شده، ما که با شما خدمت میکردیم. خب که چی؟ اینو که تمام ملت ها حتی در زندگی حقیر و کوچک خودشون به هر شکلی دیدن، ها چرا باید من این رو کلام الله و آفریننده بدونم؟ بله. بعد هم میگه فالله یحکم بینکم. حالا این کار کردی، الله میان شما حکومت که خواهد کرد، حق داوری خواهد کرد، یوم القیامه در اون روز قیامت میان شما داوری کرد خواهد کرد. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله هیچ نمی سازد برای کافرین روی سر مؤمنین که یعنی استوار بشن راهی برشون نمی سازد. امروز در تمام دنیا همه کافرین سوارن و مؤمنین مشغول جنایت، شاهکارن در جنایت و سر بریدن. ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. ببینین الله رو، این خیلی جالبه، یادداشت کنین. ان المنافقین یخادعون الله، یادداشت کنین. این بند 143 هست از نساء، 142 143 رو ببینید. ان یعنی در حقیقت، راستشو بخوای، به معنای راستشو بخوای یا در حقیقت، منافقین که همون کسایی که امروز تا زور مسلمونن بعد زور برمیگردن میگن آقا نیستیم. یو خادعون الله، حالا نمیگه به ما کلک میزنن، یعنی به الله کلک میزنن. میگه میومدن به خود اینا کلک میزدن دیگه، اینا اسم خودشونو گذاشتن الله. ان المنافقین یو خادعون الله، این منافقین به الله کلک میزنن. حالا خیلی خوب گندش بیشتر میاد بالا وقتی به الله کلک میزنن. و هو و خادعهم، باز این مال خود الله نیست. این جمله ببینید، وقتی میگه و هو و خادعهم یعنی یه نفر تو زمین نشسته داره آیه از خودش درست میگه، میگه او گفته. درست گوشو باز کنید. اما نه تنها این مسئله مهمه که این آیه رو یا این بند رو یا این کلام رو یک آدم حق بازی داره میگه، ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم، این الله رو منافق ها کلک بهش میزنن در حالی که الله داره کلک میزنه. ببین این الله کیه؟ علای اللهی، الله حق بازه، کلک باز، خادع. خادع رو من فکر میکنم دیگه تو فرهنگ کوچه بازارمون هم بدونیم، یعنی خود زننده، یعنی کلک باز، یعنی نیرنگ باز، یعنی کلک، یعنی پدر سوخته. اینجا میگه در حقیقت یا راستشو بخواین، ان به معنای اینه، ان المنافقین یخادعون الله، راستشو بخواین این منافقین کلک میزنن به الله در حالی که الله به اونا کلک میزنه. این اللهی که نشسته با منافقه داره کلک میزنن به هم، الله به این کلک میزنه، اون به اون کلک میزنه. و اذا قاموا الی الصلاة، و اگر بلندشن برای نماز، قامو کسالا، کسل یعنی به اصطلاح با کسالت وارد میشن، کسالا. و اگر ازا قامو، اگر بلند شدن، الاسالات برای نماز، قامو کسالا، با کسالت برای نماز بلند میشن. بیچاره حال بدبخت چون با کسالت وارد شده چه شکنجیگاهی براش درست کردن. یراعون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا، مردم رو میبینن اما الله رو حتی یک کمی هم اینا ذکر نمی کنن، الله رو حتی یک کمی.
مزبزبین بین ذالک. مزبزب این در زبان خودمون هم میگیم فلانی آدم مزبزب، یعنی دو دل متردده، آره نه، نه آره. مزبزبین بین ذالک یعنی توی این الله و آره یا نه، همجوری که چهار دفعه ایمان آوردن و برگشتن و ایمان آوردن و برگشتن و ایمان آوردن و برگشتن، میگه اینا مزبزبن. لا اله هو، لا اله الا بلا اله الا و من یدلل الله، یدلل الله فلن نجد له سبیلا، نه بر اینان و نه بر اینان. و کسی که الله رو، من یدلل الله، و کسی که الله گمراهش کرده، فلن تجد له سبیلا، برای او هیچ راهی پیدا نمیشه. حالا این بدبخت بیچاره مزبزب هست، میاد تجربه میکنه تلخیشو میبینه در میره، دوباره تجربه میکنه تلخیشو میبینه در میره، دوباره کفرش بیشتر میشه حتی، و بعدم میگه که و من یدلل الله، کسی رو که الله گمراه میکنه فلن تجد له سبیلا، یعنی داره میگه خود این بابا رو، این بدبخت رو، این الله گمراهش کرده و هیچ راهی هم براش دیگه نیست. خب بابا اون الله سادیست نداره، خودمونیم، نوکرتم، نوکر پدر هر چه آدم منطقی هم هستم. و من یعنی و کسی که یدلل الله، یعنی یدلل یعنی زلالت، یعنی گمراهی، گمراه کند الله او را، یدلل الله فلن تجد له سبیلا، برای او هیچ راهی که پیدا نمیشه. یعنی خودش اومده این بدبخت رو گمراه کرده، هیچ راهی هم برای اینکه این از گمراهی بیاد بیرون نمیذاره. میگه نه، من خودم گمراه کردم، این آشکش که خالشه، میخوره پاشه، نمیخوره پاشه، باید بدبختی این گمراهی رو هم خودش پس بده. به راستی همینه، من یک واژه این ور اونور برای شما نمیگم. دوباره میاد در ترکیب این که شما حق ندارید ناباورها رو باشون رفاقت بکنید چقدر تاکید کرده. یا ایها الذین آمنو، ای آقایان باورداران، باورداران، ای آقایان ما آمنو، سمنو، نمیدونم چی چی منو، لا تتخذوا الكافرین اولیاء من دون المؤمنین. دوباره تکرار کرد، ببینید این رو در چند بند پیشم گفت، آقا این دیگر اندیشا رو حق ندارید باشون ولایت و دوستی و همراهی و همکاری داشته باشید. اتوریدون ان تجعلوا لله علیکم سلطانا مبینا، ببین تهدیدش اینجاست، اگه با غیر مسلمان شما کوچکترین ولایت و یاری داشته باشید، اتوریدون، آیا میخواهید، ان تجعلوا، تجعلوا الله، که بسازید الله رو، علیکم سلطانا مبینا، اون تسلط آشکار الله رو میخواید برای خودتون خریدار بشید بسازید. یعنی اون تسلط آشکار دیگه واقعا همه اون شکنجگاه ها هست، اون در همچی میبرن اون تای شکنجگاه آدم رو. چرا؟ حالا ببینید در بعدش هم میگه ان المنافقین فی درک الاسفل، این منافقین در اون قعر، اون عمق آتش جهنم رو بهش میگن درک من النار، ولن تجد لهم نصیرا. حالا خودش هم ساخته ها، خودش هم اینا رو درست کرده، و من یدلل الله، کسی رو که الله گمراه میکنه فلن تجد له سبیلا، همینا رو میگه. بعد میگه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، این منافقین در اون ژرفای اون آتش سوزنده هستن، ولن تجد لهم نصیرا، و براشون هیچ یار و یاور و کمک دهنده‌ای پیدا نخواهد شد. تقصیر من نیست. حالا مگر اینکه بیان تو حزب ما، میگه تک حزبیه،